بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدین به لکچر امروز هم دکتر صاحب محترم. لکچر امروز هم مورد لیوکیمیا و چگونگی منیجمنتش است. کلینیک دندان و همچنان امروز یک بحث مورد تغییر رنگ دندان ها میخوانیم. خدا کنه که لکچر قبلی ما توجه شما قرار گرفته باشه. لطفا اگه سوال داشتین سوالتون رو مطرح کنید تا یک سوالتون بدون حل و بدون پاسخ باقی نمانه. لیوکیمیا شاید شما در موردش قبلا داخلی عمومی یک بحث تفصیلی خوانده باشین. سرطان خون است. حجرات و انساج اصلی سازنده حجرات خونی مغز استخوان است. مغز استخوان در قدم نخست حجرات استیمسل تولید میکنه. از حجرات استیمسل است که حجرات دختری بعدی حجرات سرخ خون، حجرات سفید خون و حجرات صفحیات دمویه تولید میشه. زمانی که لیوکیمیا گفته میشه، بعضی از عوامل خارجی و مثل مواد کیمیایی FAX و عوامل ژنتیکی سبب تخریب نسج مغز استخوان در قدم نخست شده و حجرات سفید خونی که از این مغز استخوان تولید میشه و پختگی خود نمیرسه، در حقیقت حجرات خام است، گوره به نام بلاست همچنان یاد میدنه. این به شکل عادی و به شکل نرمالش نمیتونه وظایف خود انجام بده. شما میفهمید وظیفه WBC یا وظیفه حجرات سفید خون دفاع در مقابل انتانات است. در قدم بعدی چون حجرات بلاست یا حجرات خام خوش داره تا در انساج مختلف جمع شوه یا انفیلتری شوه یا ای که ارتشاء پیدا کنه، اثر ارتشاء حجرات بلاست در قدم بعدی بالای مغز و استخوان، حجرات دومی و سیومی سازنده خون مثل رد بلاد سل و صفحات دمویه همچنان متاثر میشه و اونا هم به پختگی خود نمیرسه. از این خاطر در لیوکیمیا تنها WBC نیست که متاثر میشه. رد بلاد سل یا حجرات سرخ خون و حجرات صفحات دمویه همچنان متاثر میشه و اینا هم خام تولید میشه. زمانی که حجرات خام تولید شد، طبعا اعراض و علائم مرتبط با اینا هم در مریض تولید میشه. مثلا اگر WBC یا حجرات سفید خون و پختگی خود نرسه، مریض زیادتر متاثر به انتانات است نسبت به یک فرد نرمال. اگر رد بلاد سل یا کرویات سرخ خون در مریض صحیح تولید نشه و پختگی خود نرسه، مریض زیاد مواجه به خونریزی است نسبت به حالت به یک مریض نرمال. و همین رقم صفحات دمویه. پس در تعریف کلی لیوکیمیا فهمیده میشه که لیوکیمیا سرطان خون است. علت عمدهش تخریب مغز و استخوان است نظر به این عوامل خارجی، مواد کیمیایی HX و عوامل ژنتیک، که از اثر لیوکیمیا حجرات خام سفید خون تولید میشه و در قدم بعدی حجرات سرخ و حجرات صفحات دمویه خام. زمانی که یک مریض لیوکیمیا می داشته باشه، طبعا اعراض علائم سیستمیک نزد از اون مریض پیدا میشه. ضمن از یک مریض اعراض علائم سیستمیک میده، بعض از تظاهرات جواب دهن نیز در مریضی که لیوکیمیا داره همچنان تظاهر پیدا میکنه. به این سلاید لیستی از اعراض و علائم لیوکیمیک نزد مریض نوشته شده. ضرور نیست که یک مریضی که لیوکیمیا داره تمام از این اعراض علائم مربوط به جواب دهن داشته باشه. ممکن یکی، ممکن دو، سه، چهار یا یکی تمام از این اعراض علائم داشته باشه. چگونگی تولید از این اعراض علائم یا میکانیزم تولید اعراض علائم در نزد از این مریض فرق میکنه. مثلا لنف ادینوپاتی یا بزرگ شدن و همچنان حساس شدن غدوات لنف به لیوکیمیا بسیار شایع است، به خاطر از اینکه غدوات لنف زمانی که انتانه میبینه در مقابل عکس العمل از خود نشان میده و عکس العمل غدوات لنف در مقابل عوامل خارجی در حقیقت بزرگ شدن و حساس شدن لنف است و یک عکس العمل است در مقابل عوامل خارجی. چون حجرات بلاست که توسط مغز استخوان تولید شده یک حجره نرمال نیست، غدوات لنف این فکر میکنه که انتان است، یا چون او را به شکل نرمال نمیبینه دفعتا در مقابلش عکس العمل نشان میده. این عکس العمل غدوات لنفاوی در مقابل حجرات خام سفید سبب میشه که خود غده التهابی شه و بزرگ شه و حساس شه، که نمی اصطلاح رو به نام لنف ادینوپاتی یاد میکنه. پیچیا و اکیومیسیس یک تظاهر خونریزی است که پیچیا تظاهر ببخشن خونریزی سطحی است و اکیموزیس خونریزی عمیق است نسبتا. این وقت شایع میشه زمانی که مریض در سیر لیوکیمیا صفحات دمویه خود از دست میده، یا صفحات دمویه به حالت با
پختگیش تولید نمیشه و نمیتونه درست وظیفه خود اجرا کنه. از این خاطر مریض ممکن در ماهای بعدی یا سالیات بعدی که لیکیمی دادن ازش تولید میشه، به شکل خود به خودی یا از اثر ضربه بسیار کوچک به مثل هموفیلیا که قبلا درسش را خواندی، مریض در ساعه از خود خونریزی نشان میده و همچنان خونریزی ناحیه بیره ای. چون حجرات بلاست یا حجرات لیوکیمیا خوش داره به شکل انفیلتریشن در یک نسج متمرکز شد و دو ساعت تجمع پیدا کنه، در هر قسمتی از نسج وقتی که حجرات لیوکیمی که حجرات بلاست تجمع پیدا میکنه سبب هایپرتروفی اونم ناحیه میشه. هم ممکن در استخوان تجمع پیدا کنه و هم ممکن در بیره تجمع کنه در جواف دهن. زمانی که در بیره ها تجمع میکنه شما یک تصویر از جواف دهن یک مریض لیوکیمی که میبینیم که هایپرتروفی داده بیره هاش، ای از سر ازی هست که حجرات بلاست ناحیه بیره ها تجمع پیدا کرده انفیلتری شده و سبب هایپرتروفی بیره ها در این ناحیه شده. لقی دندان ها که انشالله در دقایق بعدی گفته میشه علت عمدهش در حقیقت ذوب پیریل است، چون حجرات لیوکیمیا تنها در ناحیه بیره ها تجمع نمی کنه بلکه در استخوان ها همچنان تجمع می کنه. وقتی که حجرات بلاست در یک ساعت تجمع پیدا می کنه طبعا حادثه التهابی در مقابلش به وجود نیاد، حجرات دفاعی در مقابلش می خیزه و طبعا یک حادثه التهابی به وجود نیاد. حادثه التهابی در ناحیه بیره ها همچنان سبب خونریزی و سبب پوندیدگی ناحیه میشه، در استخوان سبب ذوب ناحیه استخوانی میشه و در دندان ها سبب ذوب ناحیه لامینادورا و عریض شدن فضای پیریل میشه. شما در این تصویر لامینادورا را میبینید که به شکل سفید معلوم میشه. لامینادورا یک نزی استخوانی است که شارپی فایبر به او تداخل کرده به یک سمت و به سمت دیگه داخل سمنتوم نفوذ کرده. یعنی اولین صفحه استخوانی لانه ریشه ها لامینادورا است که به رنگ سفید رنگ در رادیوگرافی معلوم میشه. زمان که حجرات بلاست داخل استخوان تجمع پیدا میکنه از اثر انفیلتریشن، در مقابل ازی وقتی که عکس العمل به وجود میاد اولین کاری که میکنه فضای پی دی ال از اثر التهاب بزرگ میشه و لامینادورا از بین میره. شما در تصویر میبینید مریض خط سفید دیگه قسمت نداره و پی دی ال هم نسبت به حالت نرمالش متوسط شده. یا در این تصویر واضح تر معلوم میشه عکس العمل مریض در مقابل حجرات بلاست تازه شروع شده، یک مقدار از لامینادورا در دندان است و یک مقدار مریض ذوب کرده. در قسمت بالایی حالت نرمال دندان نشون میده که هم فضای پی دی ال نرمال است یعنی متوسعی نشده. شما یک قسمت فضای پی دی ال همراه با یک قسمت مقایسه کنید، یک قسمت متوسعی تر است چون از سر عکس العمل التهابی است در مقابل حجرات بلاست و همچنان مریض در یک قسمت لامینادورای خود از دست داده. وقتی بالا میره موضوع من شما میبینیم که تصویر رادیو پک شده میره، سفیدیش بیشتر شده میره به خاطر اینکه مریض هنوز هم به یک قسمت لامینادورای خود داره. پس وقتی کجرات بلاست به ناحیه استخوانی نفوذ میکنه سبب تحلیل استخوان از اثر عکس العمل التهابی میشه، فضای پی دی ال متوسط میشه و لامینادورا همچنان ذوب میشه. وقتی که مریض در یک ناحیه استخوان خود ذوب میکنه لامینادورای خود از دست میده و فضای پی دی الش ذوب میشه یعنی متوسط میشه، طبعا از اثر از او لقی دندان به وجود میاد. چون این سه فاکتور لامینادورا، پی دی ال و استخوان است که ریشه دندان در لانهش تثبیت نگه داشته. وقتی که از اثر عکس العمل التهابی مریض سه فاکتور خود از دست میده در نتیجه دندان مریض در ناحیه لق میشه. این تظاهرات رادیوگرافیک است که من براتون امیال نشان دادم. علت نکروز و ایجاد زخم در لیوکیمیا یک میکانیزمی به وجود آمدن نکروز و ایجاد زخم در این سلاید برتون تشریح میکنه. چون حجرات بلاست از حالت عادی و از حالت نرمالش بزرگتر است، اینا وقتی که داخل عروق شیریه میشه سایز عروق شیریه رو تمامش بسته میکنه. از اثر بسته کردن تمام سایز عروق شیریه اکسیژن کافی به انسجامی که توسط از عروق شیریه تغذیه میشه نمیرسه و سبب انوکسیای نسجی میشه. یعنی یک عروق شیریه رو شما متصور کنید که یک نسج هدف یا تارگت تیشوی خود هم تغذیه میکنه و هم اکسیژن برش میرسونه. اینا لینمی عروق شیریه توسط حجرات بلاست یا توسط حجرات سفید مسدود میشه. وقتی که مسدود شد در قدم اول برش اکسیژن کافی بر تیشوی تارگتش نمیرسه که این اصطلاح رو به نام آنوکسیا یاد میکنه. در دراز مدت یا در ساعات بعدی وقتی که اینمی حالات
تداوم پیدا میکنه، اکسیژن و مواد مغذی کافی بر تارگیتیشون هم میرسه، طبعا سبب نکروز از اون ناحیه میشه. این نکروز اگر در جواف دهان رو تصور کنیم ممکن در بیره های مارجن به وجود بیاد، چون عروق شریه مربوط به بیره مارجن ممکن توسط حجرات بلاست که از حدش بیشتر بزرگ است و سبب بندش عروق شریه ناحیه مارجن شده به وجود آمده میتونه. وقتی که یک نسل نکروز میکنه یا ای که اکسیژن کافی برش نمیرسه، نسبت به انساج نرمال مجاورش بیشتر معروض به زخم شدن است. چون مریض نسج خود به حد کافی از دست میده، یکی که زود زخمی میشه، همچنان صفحات و دمایره در ساحه کم میشه از سر سیر لوکیمی، و دیگه ای که وقتی که یک ساحه نیکروتیک میشه و مریض حجرات دفاعی را در مقابل انتانات از دست میده و انتانات فرصت طلب همچنان در او ساحه وجود داره، رشد عکس‌العمل های التهابی و چگونگی تولید انتان در انساج نیکروتیک بیشتر میشه. پس یک نسج نرمال اثر لیکیمیک وقتی که توسط حجرات بلاستیک یا توسط حجرات کلان مسدود میشه و این تیشو یا این نسج اکسیژن کافی و تغذیه کافی را به دست نمیاره، در قدم اول انوکسی پیدا میکنه، اکسیژنش کم میشه و در قدم بعدی نیکروتیک میشه یا نیکروز پیدا میکنه. وقتی که نسج نیکروز پیدا میکنه توسط انتانات فرصت طلب به سادگی منتقل میشه. در مورد تظاهرات رادیوگرافیک شمیال صحبت کردیم. وقتی که یک مریض لیکیمیا می داشته باشه و همچنان بعض تظاهرات جواب دهن از خود نشان می دهن، شما باید کدام منیجمنت یا کدام کارهای مهمه در کلینیک برای این مریض ها اجرا کنید؟ اول میگه زیاد خوب نیست که شما برای این مریض تداوی اندودنتیک کنید، چون تداوی اندودنتیک اول خوب مریض مثلا یک پروسه کریسی رو تیر کرده، یک کریس آمده در پلپ مریض و پلپ مریض هم مقابلش عکس العمل نشان داده، بالاخره نتونست از حیات خود حفظ کرده و پلپ مریض هم دچار نیکروز شده. وقتی یک ساحه نیکروتیک میشه طبعا دو ساحه انتان هم مداخله میکنه. شما کوشش میکنین که مریض تداوی اندودنتیک کنین. به هر حالش تداوی اندودنتیک وقت زیاد موفقانه است که مریض معافیت خوب داشته باشد، چون توسط کارهای میخانیکی مثلا فایلینگ یا توسط کارهای کیمیاوی مثلا سدیم هایپوکلوراید شما داخل کانال ها مندازین، 100% نمیتونیم که توسط تمام میکروبا را از ساحه جمع کنین یا تمام میکروبا را از ساحه از بین ببرین. باید معافیت مریض به حد کافی بلند باشه تا بتونه در مقابل میکروب ها دفاع خوبی از خود داشته باشه تا اینکه تداوی شما در آینده دچار ناکامی نشه. مریضای لیکیمیا مشکل ترین کارشان این است، چون ما حجرات سفید از دست داده، معافیتشان بسیار ضعیف است و شما همچنان میخواین تداوی اندودنتیک که در این مریضا انجام بدین. وقتی که انجام میدین احتمال از این 3 ماه یا 6 ماه آینده بسیار قوی است که مریض در ناحیه اپیکال خود لژن های گرانولیتیک یا التهابات پری اپیکال از ساحه رشد بده، به خاطر از اینکه چانس خروج میکروبا از ناحیه اپیکس کانال و تجمع از در ناحیه اپیکال بسیار زیاد است و مریض چون WBC نداره در مقابل از اون نمیتونه دفاع کرده، از این خاطر لژن های گرانولیتیک در این مریض ها زیاد تجمع میکنن، چون از این خاطر زیاد استدباب خوب نیست که شما تداوی اندودنتیک در مریض های لیوکیمیک انجام بدین. مریض میمونن تا اینکه تداوی سیستمیک شود، مشکل لیوکیمی هاش از بین بره، بعد از اون شما باز اقدام به تداوی اندودنتیک در نزد از این مریض ها میکنن. پس برای مریض زیاد خوب است که حفظ و صحه خود را مراعات کنم، قرص و دندان وقتی که استفاده میکنه کوشش کنه از تارهای نایلونی یا تارهای نرم استفاده کنه، چون بیره هایش بسیار نازک شده از اثر سیر مرض لیوکیمیا و مریض زیاد مواجه به خونریزی است. از این خاطر شما وقتی که میگه برس استفاده میکنین تارهایش بسیار نرم باشن، فلاس باید همیشه استفاده کنه که کریس پروکسیمال در ساحه رشد نکنه و مریض حفظ و صحه خود را دوامدار مراعات کنه. تداوی ارتودنتیک تا زمانی که مریض مکمل شفایاب میشه از این مریض به تاخیر انداخته میشه و در نزد مریض اگر درد است یا التهاب است شما از آسپرین استفاده نکنید. چرا؟ چون آسپرین صفحات دمویه را کم میکنه تعدادش. مریض از اول صفحات دمویه‌اش کم شده در سیر مرض لیوکیمیا، شما برش دوایی را میتین که دیگه هم صفحات دمویه‌اش کم میکنه و مریض زیاد مواجه به خون ریزی میکنه. از این خاطر به خاطر کم کردن درد و التهاب در نزد مریض از آسپرین استفاده نکنید. پس ما 4 مورد دیدم مریض های لیوکیمیک فامیدیم. اول زیاد خوب نیست که برش تداوی اندودنتیک اجرا کنه، چون در 3 یا 6 ماه آینده ممکن در ساحه اپیکال التهابات گوناگون رشد کنه. دوم
مریض همیشه تشویق میکنیم که حفظ صحی خود خوب مراعات کنه، برس دندان استفاده کنه، تارای برس دندانش نرم باشه و فلاس حتما استفاده کنه تا از کریس انترپراکسیمال در نزد مریض شما جلوگیری کرده باشه. تداوی های ارتودنتی که تانه به تعویق مندازن تا زمانی که لیوکیمی های مریض مکمل خوب شده. به خاطر جلوگیری از درد و التهابات در نزد مریض از آسپرین استفاده نمیکنین، به خاطر از اینکه آسپرین تعداد صفحات دمویه را کم میکنه و شما نمیخواین که تعداد صفحات دمویه در نزد مریض لیوکیمیک کم شه، به خاطر از اینکه مریض از اول تعداد حجرات صفحات دمویه در نزدش کم است و مریض بیشتر مواجه با خونریزی میشه اگر شما از آسپرین نزدش استفاده کنید. بس دوم در لکچر امروزی در مورد دیسکلوریشن آف دیسیدوس تیپ یا تغییر رنگ در دندان های شیری است. اگرچه تغییر رنگ ها و عوامل ایجاد تغییر رنگ ها در دندان های شیری و دایمی از هم متفاوت نیست، چون چپتر تان مشخصا چپتر اطفال است، از این خاطر امیر قمه نوان گرفته. تغییر در رنگ دندان ها دو فاکتور هم در همشناسه، فاکتور داخلی و فاکتور خارجی. در فاکتورهای داخلی چهار عنوان نیست شده: تغییرات در پلپ دندان، مقایس تکاملی دندان، تاثیر ادویه مخصوصا تتراسیکلین و اختلالات خونی. این چهار فاکتور ممکن تاثیر کنه بالای رنگ اصلی دندان ها و سبب تغییر رنگ دندان ها شد. پیش از اینکه ما تغییر رنگ دندان ها را سرش بحث کنیم، اول خوب است که رنگ نرمال دندان ها بفهمیم. رنگ نرمال دندان پیش هر کس متغیر است، زیاد متغیر نیست. مثلا شما بگین که اگر یک فرض مثال رنگ دندان هایش سفید است، برای سفید نرمال است و برای کسی که رنگ دندان هایش زرد است، زرد برای او نرمال است. رنج نرمال متغیر است بین افراد، مثلا از سفید ترانسلوسنتی تا خاکستری ترانسلوسنتی بین افراد متفاوت فرق میکنه. یک کسی از زیاد دندانش سفید است، یک کسی از درجه سفیدیش کمتر است نسبت به اون فرد. یک کسی از سفید تبوشیری است، مثلا کسایی که رنگ جلدشان سیاه است، شما شاید نژادهای آفریقایی دیده باشین، وقتی که خنده میکنن بسیار مقبول دندانشان سفید است نسبت به افرادی که رنگ جلدشان سفید است ولی دندانشان یک کمی که مایل به زرد است. این رنج های نرمال است بین افراد متفاوت. پس عواملی که سبب تغییر رنگ نرمال بین افراد میشه دیگه لیست شد، عوامل داخلی و خارجی که هر کدومش ان شاء الله روش بحث میکنیم. تغییرات در پلپ. شما میفهمین پلپ دندان یک نسج نرم است که توسط دو نسج سخت پوشانیده شده، یکی دینتین است و دیگر انامل است. توسط پروسه کریسی وقتی که مریض انامل خود از دست میده، در نهایت دینتین خود از دست میده و عوامل باکتری که داخل کریس از خود میرسانه و پول کوشش میکنه که کریس از مقابلش دفاع کنه ولی نمیتونه و در نهایت سبب نکروز در نهایت میشه. اگر مریض غفلت کنه و پیش دکتر دندان مراجعه نکنه و دکتر نسج نکروتیک پول پس دندان نکشه، استینهای رنگی یا عوامل رنگی که در داخل نسج نکروتیک پلپ است در نهایت سبب تغییر رنگ دندان میشه. شما میفهمین پلپ متشکل از اویه است، متشکل از اعصاب است و انسج لیمفاتیک است. وقتی که اویه مریض در نسج پلپ نکروز پیدا میکنه، به اوج حجرات کروی سرخ خون است. حجرات کروی سرخ خون در نهایت وقتی که تجزیه میشه از خود آهن داره و آهن در نهایت سبب تغییر رنگ زرد مایل به قهوه‌ای و در بعض افراد تغییر رنگ گلابی را دچار میشه. این تغییر رنگ ها چطور به وجود میاد؟ پلپ کویتی ارتباط با توبول های دینتین داره. وقتی که مواد نکروتیک از پلپ کویتی خروج میکنه و منتشر میشه در داخل توبول های دینتین و در اوج متمرکز میشه، سبب تغییر رنگ دندان در ناحیه میشه. پس نکروز پلپ گفته میشه که نزد منظم پلپ بعد از نکروز یک مقدار محصولات رنگی را در توبول های دینتین منتشر می سازند و سبب تغییر رنگ دندان در افراد می شود. مقدار تغییر رنگ ارتباط به زمان نکروز دندان دارد. مثلا اگر یک فردی از دندانش دو ماه می شود که نکروز کرده، ای کمتر تغییر رنگ کرده دندانش نسبت به یک فردی که یک سال می شود دندانش نکروز کرده. ای نزد نکروتیک از ماهی اپکس عبور نکرد، اگر عبور هم کرده معافیت مریض بالا بوده و بالاخره سبب آبسه نشده. مریض چون دندانش نکروز کرده
دردم نداره، خوش آمد است، قصه شام نیست. میگه برو دندانم درد کرد، حالا جور شد. یک سال وقت میبینه، یک چند یا شش ماه وقت میبینه که دندان شایسته است، تغییر رنگ داده میره. علت اصلیش هم است که محصولات رنگی که داخل پلپ نکروزی از خارج میشه، داخل توبولای دنتین مستقر میشه و سبب تغییر رنگ از دندان میشه. تنها پلپ نیست که نکروز میکنه و تنها نکروز است که سبب تغییر رنگ دندان میشه. شما اگه یک ضربه بزنید بالای دندان و سبب خونریزی در ناحیه دندان شود، همچنان تغییر رنگ در دندان مواجه میشه. خونریزی های داخل پلپ و تعقیب صدمات شدید، علتش هم اونم علتی است که داخل پلپ نکروتیک به وجود میاد. سلفاید آهن از کرویات سرخ و خون خارج میشه، به داخل توبولای دنتین مستقر میشه و سبب تغییر رنگ نزد مریضا میشه. تداوی اصلی برای پلپ نکروتیک و برای خونریزی های داخل پلپ بلیچینگ است. شما برای بلیچینگ داخلی استفاده میکنید. پروسیجرش بسیار واضح است که انشاءالله شما باز داخل حتما سرش بس میداشته باشه. عصب پلپ از ناحیه کشیده میشه. هایدروژن پراکساید 30% که مهمترین عنصر در بلیچینگ از داخل دندان استفاده میشه. این هایدروژن پراکساید مواد رنگی را از توبولای دنتین خارج میکنه و پس برای مریض رنگ طبیعی دندان ایجاد میکنه. کلسیفیک متامورفوزیس، دو قدر که نامش سخت است، پروسیجر زیاد سخت نیست. وقتی که مریض یک ضربه بالای دندان از طرف رفیق خود یا از هر کس وقتی که متقابل میشه، ضربه به حد نیست که فرض مثال برای مریض پلپ هموراج میده یا خونریزی داخل پلپ پیرا میده، یا ضربه به حد نیست که سبب شود که پلپ نکروز پیدا کنه، ولی به حد است که حداقل اخلال میکنه خونرسانی حجرات اودونتوبلاست و اودونتوبلاست در مقابل از نمی تحریک یا در مقابل از نمی عامل خارجی یک مقدار از دنتین غیر شفاف و زرد رنگ در ناحیه پلپ کویتی و در اطراف کانال دندان تولید میکنه و این دنتین تازه تولید شده توسط حجرات اودونتوبلاست که از اثر ضربه خارجی به وجود می آید سبب تغییر رنگ زرد رنگ که نه زیاد زرد است و نه زیاد سفید است. یعنی وقتی طرف مریض سعی میکنه میبینی که یک مقدار رنگ از این دندان نسبت به دندان پالوفنش فرق کرده به وجود می آید. پس کلسیفیک متامورفوزیس با تعقیب صدمه شدیدی که باعث نکروز پلپ نمیشه ولی خونرسانی آن را اخلال میکند به وجود میاد. اودونتوبلاست یک مقدار از دنتین غیر شفاف و زرد رنگ در پلپ کویتی و در اطراف دیوارهای کانال تولید میکنه. برای این مریض چون زیاد تغییر رنگش شدید نیست، شما از بلیچینگ خارجی استفاده میکنید. بلیچینگ خارجی به این معنی که ضرورت به تداوی اندوزنتیک نیست، پلپ کویتی را باز نمیکنید، کار مریض از سر مینا اجرا میکنید. اگر زیاد موفقانه نبود باز مجبور میشه که بلیچینگ داخلی کنید. چهارمین فاکتور داخلی که ممکن سبب تغییر رنگ در دندان ها شود باقی ماندن پلپ است. مثلا یک کسی است پلپش پروسه کریوسی در مینا شروع شده، بالاخره دنتین گرفته و یک مقدار داخل پلپ نفوذ کرده، مریض درد بسیار شدید داره، به شما مراجعه میکنه، شما تداوی اندودنتیک میکنید. در جریان که تداوی اندودنتیک میکنید از پشتن یک مقدار از پلپ در پلپ کویتی میمانه، مریض پرکاری میکنی، کانالایش هم پر میکنی، خود تاجش هم پلپ میکنی، رخصت میکنی، شرک مواد پیش نهی میگی دکتر است میگی دندان رو مرک قبلا تداوی کرده بود میانی یک کمک زرد میزنه. وقتی که یک تصویر رادیوگرافیک میبینی میبینی که در ناحیه پلپ کویتی یک مقدار از ناحیه رادیولوسنت است. اون مقدار ناحیه رادیولوسنت در حقیقت پلپی است که در جریان تداوی اندودنتیک او را نگرفتی، او را باید میگرفتی. از این خاطر در تداوی اندودنتیک زیاد مهم است که شما تمام پلپ نکروتیک داخل کانال و تمام پلپ نکروتیک داخل پلپ کویتی را بگیرین. اگر نگیرین احتمال دوباره سیر مرض است. اگر سیر مرض دوباره ایجاد نشد حداقل برای مریض تغییر رنگ نهایه به وجود میاد. چی خواسته او دندانش اگر در قدام باشه و شما زیبایی مریض هم مخلل میکنه. پس چهار فاکتور عمده داخلی را ما در تغییرات رنگی دندان فهمیدیم. یکی نکروز پلپ است. خونریزی های داخل پلپ است و باقی ماندن پلپ است. باقی ماندن پلپ، خونریزی های داخل پلپ و نکروز پلپ میکانیزمش یکی است. فقط علت با وجود آمدنش فرق میکنه. کلاسیفیک میتامورفوز هم فهمیدیم. انشاءالله در لکچر بعدی مشخصا روی تتراسیکلین گپ میزنیم که هم از جمله عوامل داخلی تغییر رنگ هاست چطور با وجود میاد
تغییر رنگ اثر تتراسیکلین شما چطور جلوگیری میکنین و بالاخره توصیه هایتون برای مریضان چی است. انشاءالله در لکچر بعدی سرش بحث میکنیم. ما امروز در مورد لیوکیمیا فهمیدیم که سرطان خون بود، چطور سبب هایپرتروفی و خونریزی بیراها در ناحیه میشد، سر ازی بحث کردیم، چطور دندان لق میکرد. اگر مریضی که لیوکیمیا داشته باشه و همچنان تظاهرات جواف دهن داشته باشه و پیش شما مراجعه میکنه، شما باید کدام منیجمنت روی دست بگیرین، در مورد ازی صحبت داشتیم و رنگ طبیعی دندان فهمیدیم و روی عوامل خارجی و داخلی یک مقدار صحبت داشتیم که چطور سر رنگ طبیعی دندان تاثیر میکنه و در نهایت سبب تغییر رنگ در نزد مریض میشه. و سر ازی گپ زدیم که بلیچینگ داخلی و بلیچینگ خارجی چطور در تداوی از این مریض ها موثر واقع شده میتونه. اگر در کدام قسمت سوال داشتین یا ناحیه برتان گنگ بود، حتما سوالتان را مطرح کنین. نفهمیدن لطفا پیش نرید. من خدمتتان هستم. بسیار تشکر از توجهتان. وقتتان خوش.